خوشگذرونی مهناز افشار به سبک جورجینای رونالدو، فیزیک ورزیده خانوم رو دیوار. مهناز افشار این روزها فازش کلن عوض شده و از وقتی بیخیال بازیگری شده با ورزش و نشون دادن خوشگذرونیهاش سعی میکنه خودش رو مشغول کنه. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. مهناز افشار جز به اون دسته از خانم‌های بازیگری است که توی سینمای ایران به همه چیز رسید و جز به سوپرستارهای پرفروش سینما بود، که البته این توجه زیاد به خانم بازیگر و خود بزرگبینی ایشون باعث شد به درد سر بیفته و حتی مجبور بشه از ایران بره. مهناز افشار بعد از اینکه از ایران رفت و ساکن آلمان شد، ابتدا کمی مدارا میکرد و امید داشت با گذشت زمان و با توجه به اینکه شاکی خصوصی ایشون به خاطر مادر بودن مهناز گذشت کرد، دوباره به ایران برگرده و بشه همون سوپر استار قبلی. از همین رو مهناز توی ماهای اول مهاجرت خیلی حواسش به نوع پوشش و صحبت‌هایی که مطرح می‌کرد بود و به قول معروف بیگدار به آب نمی‌زد، اما هر چه گذشت انگار خانم بازیگر جریحه‌دارتر می‌شد. به یک باره در یک تصمیم انتحاری حجاب از سر برداشت. این پایانی بود بر حضور مهناز افشار توی سینما. این وسط یک سری ها خوشخیال بودن که مهناز هم مثل گلشیفته میتونه توی سینمای بین المللی ایفای نقش کنه و بشه یه آرتیست اینترنشنال، اما زهی خیال باطل که خانوم بازیگر نه زبان بلده و نه انقدر توانایی داره که بتونه خودشو به کارگردان ها و تهیه کنندگان خارجی بقبولونه. مهناز افشار خب چندین و چند سال توی سینمای ایران بالاترین دستمزدها رو میگرفت و از اون طرف با یه آقازاده ازدواج کرده بود که احتمالاً وضع مالی بسیار مناسبی داشت. همه اینها باعث شد مهناز توی اروپا هیچ نیاز مالی نداشته باشه. البته به اینها اضافه کنید قراردادی که تو همون روزهای اول حضورش توی اروپا با NBC پرشیا بست و توی پروژه شکست خورده استعدادیابی این شبکه به عنوان داور شرکت کرد و بنا به برخی ادعاها چیزی نزدیک به 1,000,000 دلار دستمزد گرفت. همه اینها باعث شد مهناز با وجود اینکه یه پیج اینستاگرام 17 میلیون فالووری داره، اما هیچ وقت به فکر درآمدزایی از اون نیفته و در واقع اون چه که از ایران با خودش آورده بود برای زندگی مرفه و بی دغدغه توی اروپا کاملا کفایت میکنه. مهناز افشار به تازگی یک عکس جذاب از خوشگذرونی لاکچریش توی اروپا منتشر کرد. در واقع خانم بازیگر انگاری دلشون اسکی میخواست و رفتن دامنه های کوه آلپ و یه دل سیر اسکی و برف بازی کردن و به سبک همیشگی عکسی هم از این خوشگذرونی توی اینستاگرامشون منتشر کردن. البته این اولین باری نبود که مهناز عکس خوشگذرونی کردنش رو به اشتراک گذاشت و چند وقت پیش هم عکسی منتشر کرده بود در حال توی شهر بازی که خیلی ها اون رو تقلیدی از جورجینا زن رونالدو دونستن، که عکس شهر بازی رفتنش توی عربستان وایرال شده بود. ناغافل از این که این موضوع عکس برای یکی دو ماه پیشه و خیلی قبلتر از جورجینا اینا رفته بود شهر بازی. مهناز افشار برخلاف ایران که حسابی سر شلوغ بود و تایم زیادی از روز رو به اصطلاح آفیش بود، از این کار میرفت سر اون یکی کار. توی این یکی دو سال اقامت توی اروپا تا دلتون بخواد سرش خلوته و میشه گفت هیچ کار خاصی نداره و یا توی اینستاگرامش مشغول پست گذاشتنه و یا با رفقاش دوره همی گرفته. اما به تازگی خانم گویا برای حفظ آمادگی جسمانی و احتمالاً فرم بودن بدنش رفته سراغ یه ورزش باحال و البته سخت که اون صخره نوردی است. البته نه اینکه فکر کنید الان مهناز از صخره ها و دیواره دره ها توی اروپا آویزون شده ها، نه. خانم توی یه باشگاه صخره نوردی اسم نوشته، فعلا مشغول بالا رفتن از دیواره های مصنوعی توی باشگاهشونه. دوستان عزیز، نظر شما راجع به بازیگر کشورمون، البته سابق میشه گفت دیگه، مهناز افشار چی هستش؟ به نظرتون میتونه هنوز هم توی اروپا موفق باشه؟ حتما داخل کامنت ها نظرتتون رو بنویسید. مرسی ازتون. اگر علاقه من به سینما و حواشی اون هستید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر زمان ویدیو گذاشتیم ببینید و لذت ببرید. ممنون که تا انتها همراه من بودید. عاشقتون هستم. در ویدیوهای بعدی میبینمتون.